این بریم سراغ سری آ ایتالیا. هفته 34 سری آ ایتالیا رو یه بررسی داشته باشیم. آس میلان 2-0 تونست لاتزیو رو شکست بده. اینتر 2-0 آس روم رو برد. کرومونزه 2-0 اسپتزیا رو برد. یوونتوس 2-0 آتالانتا رو برد. کلا 2-0 شد. تورینو 1-1 مونزا. ناپولی 1-0 فیورنتینا. لچه 1-0 به هلاس ورونا باخت. اودینزه 2-0 سامپدوریا. پولی 2-1 سالرنتینا. ساسولو و بولونیا 1-1 مساوی شدن. از هفته 35 هم همین ساعت قبل لاتزیو و لچه 2-2 مساوی شدند. جدول رو هم بازم ببینیم. ناپولی که با برد مقابل فیورنتینا دیگه قهرمانیش قطعی شد. فقط نمیدونم کی میخوان این کاپ رو بدن. هیچ کیم انگار نمیدونم. حتی از این پیج ناپولی ایران، فن پیج ناپولی هم از ادمینش پرسیدم، اونا خودشون هم خبر نداشتن کی میخوان این جام رو به ناپولی بدن. سمپدوریا هم سقوط قطعی شد و از میشه گفت سقوط کرد به سری بی ایتالیا. یوونتوس هم ردی دوم رو داره و جای لاتزیو رو گرفته. آره علیرضا، نکته ای داری؟ اگه بگو. خب من پاسم در مورد یوونتوس و آتالانتا صحبت کنم، بعد حالا اگر نکته ای داریم که اضافه کنید. خب یوونتوس و آتالانتا تو این بازی هر دوتا 3-5-2 بازی میکردن و حالا آتالانتا تغییر میکرد ترکیبش به 3-4-2-1. نقش حمله یوونتوس و تلاش که میکرد بتونه ضربه بزنه به آتالانتا نفوذ از کناره، سمت راست توسط کوادرادو، سمت چپ هم توسط ایلینگ جونیور، استعداد جدیدی که کشف شده توسط آلگری. در سمت راست ادرسون و زاپاکاستا تلاش میکردن بتونن ایلینگ جونیور رو مهار کنن. من مارک لوکاتلی و رابیو روی ادرسون و دیرون رو شاهد بودیم و باعث میشد که نتونن به خوبی حرکات ترکیبی انجام بدن و توپ رو به خط حمله آتالانتا برسونن. مورد بعد پوشش بسیار خوبه پشت باکس یوونتوس بود و اون منطقه زون 14 که به خوبی مسیر خط هافبک و مهاجم نوک زاپاتا باشه رو می‌بستن. یوونتوس هم تلاش کرد که بتونه با شوت زنی این دروازه رو باز بکنه و تهدید بکنه که چند تا شوت هم زدن. مورد بعد تعویض‌های بسیار خوب آلگری بود. پوگبا و ولاهویچی که ولاهویچ گل زد و پوگبا هم روند بازی تا اومد داخل تغییر کرد، یعنی خلاقیت به اون خط هافبک اضافه شد و تونستن ضربه بزنن. منم یه نکته راجع به بازی آس روم و اینتر بگم. دقیقا الان داشتم ترکیب اینتر رو توی این بازی میدیدم. آیا اینزاگی سه تا بازیکنی که خیلی 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 تأثیر گذار بودن توی لیگ قهرمانان اروپا رو توی این بازی بازیشون نداده و بهشون استراحت. این میخیتاریان دقیقه 71 اومده به بازی. ادین ژکو کلن بازی نکرده و بجاش رومرو لوکاکو بازی کرده و لاوتارو مارتینز هم از دقیقه 60 اومده جای خواکین کورا و این نشون میده که دقیقا اون چیزایی که گفتین کاملا درست بوده و اون فکر کنم کیوان جان گفتن دیگه، ترکیب و اون تعداد بازیکنایی که اینتر داره چربید به تیم پک ترکیبه آس میلان. میبینیم دیگه چند تا بازیکن خوبشون این بازی استراحت داد بهشون و توی بازی مقابل آس میلان اون اتفاق افتاد. دقیقا ادین ژکو گل زد، هنریک میختاریان گل زد و لاوتارو مارتینز هم عملکرد فوق‌العاده‌ای داشت. آره کیوان جان نکته ای چیزی داری؟ خب نکات فنی علیرضا جان گفت، نکته خوبی اشاره کردین. خب میگم اون قناعیمی که اینتر میلان در رینیم کرد داره خب تونسته پایدار نگرش داره و اگر نه خب اگر یه تیم بخواد با یه تیرکی بازی کنه فکر کنم اگر مقامات خیلی بدی کسب نکنه به سهمیه خاصی هم نمیرسه. حالا میگم فقط این آس میلان خیلی انتظارات بیش از حد برد بالا با عملکرد حیرت انگیزش، با هر چیز هر کمبودی که داشت خوب بازی کرد. نکته خاصی نیست. خب میگم فقط امیدوارم یک نیروی به لالیگا و سری آ وارد بشه که لحاظ بالانس مالی مثبت‌تر بشن، بتونن دست و بالشون باشن، چون اینتر میلان، آس میلان، رئال مادرید، بارسلونا، یوونتوس،
آس روم، لاتزیو، والنسیا، اینا همه باشگاه‌های بزرگی هستن و بودند، حالا یه سری‌هاشون مثل والنسیا و سوابق خیلی خوبی در اروپا دارن و امیدوارم با راه اندازی سوپر لیگ این باز این تیم‌ها زنده بشن. در مورد اینتر میلان خوبه. اون تنوع تاکتیکی که اینزاگی در چمپیونز لیگ ارائه میده رو به نظرم در سری آ به خاطر خیلی بیش از حد پیشتاز بودن ناپولی و چند رقیبه بودنش در کسب رده دوم نتونست از خودش ارائه بده و یک جاهایی شاید دوچار تزلزل شده بود و یه سری بازی های خیلی آسونی که میتونست نتیجه بگیره به سختی به اتمام رسون و نتونست نتیجه بگیره. و حالا میگم اینا حالا چون اینزاگی کلن شاید 5 فصل 6 فصل باشه که با روی هم رفته در لاتزیو و اینتر میلان تونسته باشه یک سری تو سرها دراره و به نظرم آینده خیلی خوبی داره با توجه به این مسائل. و اتفاقا علیرضا جان اگه اونجا یادتون باشه چند هفته پیش گفتش که اینتر میلان اسکواد خیلی خوبی داره و در بازی با آس میلان میتونه برتری پیدا کنه. آره همین اتفاق برعکسش واسه میلان رخ داد دیگه. الان میلان مقابل لاتزیو رافائل لیاو رو بازی داده و دقیقه 17 مصدوم شد و به بازی مقابل اینتر هم نرسید. یه نکته جالبم توی این بازی که مایک مانیان یه پاس گل داده. حالا من ندیدم بازیشونو ولی اینجا دارم میبینم یه پاس گل به نامش ثبت شده. حتما باید برم ببینم که چه اتفاقی افتاده. علیرضا نکته‌ای داری؟ خب امید اول در مورد همین پاس گل منیان که صحبت کردی، یه گل زد به لاتزیو تو هرناندز از سمت چپ خط دفاعی شروع کرد، همه رو دریبل زد رفت چسبون به گل لاتزیو. فوق‌العاده بود گله، یعنی محشر بود. یه گلم پاس گذشته زد و به خاطر همینه که پاس گل ثبت شد. در مورد روم هم که دیگه میدونیم دیگه، وقتی که مورینیو بدونه که توی جام حذفی و حالا همین جام‌های اروپایی شانس داشته باشه، کلن دیگه لیگو به نوعی رها میکنه و تمام تخم مرغ‌هاش توی سبد جام‌های اروپایی میچینه. پارسال هم که تو لیگ کنفرانس بودن، درسته که سطحش پایین بود ولی خب به هر حال شانس این هم بود که بتونن، حتی احتمال این هم بود که قهرمان نشن و به فینال هم نیان، ولی خب تمرکزش گذاشت اونجا و لیگ رو ول کرد یا حالا به نوعی بازیکن‌ها رو استراحت داد. امسال هم همین اتفاق افتاده. برخلافش میلان خیلی خوب برد و اگر این بازی رو نمی‌برد خیلی به چالش کشیده می‌شد سهمیه‌اش. حالا پیولی میدونه که اگر بخواد بمونه و این پروژه رو ادامه بدن باید سهمیه رو در ابتدای هم بگیره. حتی اگر چون میدونه که اگر امسال حتی بره فینال هم چون شانسی نخواهد داشت، حالا چه جلوی رئال چه جلوی سیتی، چون اصلا از نظر اسکوادی باشون برابر نیست. اینتر هم تو دوتا جام هست دیگه، هم لیگ قهرمانان به نظر من فینال، کوپا هم چه فیناله. و میگم شباهت دارن هم مورینیو هم اینزاگی از نظر تمرکزی که گذاشتن روی جامهای دیگه، ولی خب این سمت پیولی اومد و تمرکزش گذاشت روی سری آ. عجب گل زده تئو هرناندز، معلوم گلشو دیدم. آره این نکته، حالا چون صحبت از مورینیو اینزاگی پیولی بود، یه نکته خیلی عجیبی هم هست که آقای ساری تمرکزش رو چی گذاشته. در چند هفته اخیر فوق‌العاده بد بوده و اصلا خیلی آسیب‌پذیر تیمش بود، تیمی که اتفاقا بهترین خط دفاع بعد از ناپولی رو داشت. حالا نمیدونم آیا همچنان بعد از ناپولی کمترین گل خورده رو داره یا دیگه اون رکورد هم حتی از دست رفت و جایگاه دومی رو چقدر داره به ششم و هفتم نزدیک‌تر می‌کنه، چون از جایگاه دوم تا ششم خیلی فواصل نزدیکه و امکانش هست که لاتزیو حتی همون سهمیه چمپیونز لیگ هم بکام از دست بده دیگه، در حالی که شانس بعد از ناپولی شانس اول بود در کسب این سهمیه. و چه سیر سقوطی داشته ماریتسیو ساری. آره امشب هم که بازیشون رو مساوی کرده، اینتر اگه بازیش رو ببره جای لاتزیو رو تو ردیه سوم میگیره و لاتزیو میره تا ردیه چهارم. و آیسروم و آس میلان هم دقیقا کیوان جان اینطوری بودن و توی لیگ یه کوچولو انگار شل کردن. برعکس این که توی سری آ زودتر قهرمان مشخص شد،
اون کسب سهمیه خیلی خیلی داغه و آره دیگه همونطور که گفتی تا رده هفتم تلاش میکنم واسه گرفتن سهمیه لیگ قهرمانان اروپا.